بینندگان گرامی، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و با کارگردانی فنی رامین برزگر گرامی برنامه چالش را به شما پیشکش میکنم. در مورد ایران که نگاه میکنیم، دست کم دو رویداد به موازات هم پیش میرن. یکیش حرکت‌های اعتراضی مردم در اصفهان و دیگر شهرها و دیگری حضور ایران در برجام برای اینکه بتواند آیا قرارداد دیگری رو تنظیم کنه، آیا پیش بره، آیا چه میخواهد و چه میکند، و از اون سو هم پیرامون ایران دستخوش بسیاری از مسائل هست و حاکمان جمهوری اسلامی در این فکر هستن که چه باید بکنن. اجازه بدید پخش کنیم دست کم یکی دو دقیقه از اصفهان رو و بعد گفتگو کنیم با هم. تصاویری که دیدیم نشون دهنده این بود که در یکی از فیلم‌های نشون میده در همون آغاز که یگانهای ویژه به سوی اصفهان رفتن و اونها هستن که میخوان در برابر مردم حرکت کنن. تصویر دیگر نشون میده که درست است که در این مورد اصفهان مسئله کشاورزان و آب و بزرگان و این مسائل مطرح بوده، ولی این جوانان و نوجوانان هستن که نیروهای انتظامی رو دنبال میکنن و اونها رو فراری میدن. واقعا یگان ویژه برای چی رفته؟ ایسه بدین برای اینکه با موضوع برنامه رو بحث دیگری خواهیم داشت و گفتگوی دیگری است، با شنیدن یکی از کارهای زیبای استاد محمد رضا شجریان که پس از درگذشتشون منتشر شده و دوست گرامی رضا علامه‌زاده اون رو با تصویرگذاری بر روی یوتیوب منتشر کرد، ببینیم و به یاد داشته باشیم که مبارزه تا کجا ادامه پیدا میکنه. آخرین نفس تا آخرین نفس کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس، از دامن خلیج تا سینه کویر تا
ساحل ارس. درود من بر رضا علامه‌زاده گرامی که این کار رو از استاد شجریان در این مدتی که شاهدش هستیم همواره برای ما زنده میکنه، سخن استاد شجریان رو، صدای او رو و مبارزه ای رو که در ایران ادامه داره. خب خواهیم رفت به سوی مسئله برجام، تحریم ها، تضمین برای فشار بر این مسئله که برجام را طوری امضا کنید که کسی نتواند آن را باطل کند. اجازه بدید یک درودی داشته باشم به آقای دکتر جلیل روشندل. آقای دکتر درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بوارزاد و همکارتون و همینطور همه بینندگان عزیز هموطن ما و فارسی زبانان عزیز. بله آقای دکتر، پیش از اینکه وارد ریز گفتگوها بشیم، نیروی ایران برای حضور در برجام 40 نفره شد، یعنی هر چی دست راستی در زمینه مختلف میتونستن پیدا کنن همراه هم کردن برای لشکرکشی. وقتی که یک تیمی با بیشترین بازیکنان سیاسیش میره یک جایی برای این است که محکم کاری کنه که برنده بشه، برای اینها برجام دست خالی بر روی برگشتن که پرسش داشته باشن از اصلی های حکومت، از آقای خامنه ای و البته رئیسی اسمن اصلیه ولی کاری نیست، به نظر میرسه که همون از آقای خامنه ای و تیمش بپرسن. آقای باقری هم دست از پا درازتر برگشت، ولی 40 نفر رو برده بودن وین. اگر بخوایم از منظر طنز به این قضیه نگاه کنیم، در جلسات برجام، در جلسات مذاکره، چون خودشون بهش نمیگن مذاکره برجام، اونا میگن مذاکره برداشتن تحریم ها، حتی در این جلسات مذاکره برداشته شدن تحریم ها شما فقط 2 نفر رو بیش از همه میبینید که دوربین خبرگزاری ها نشون میده. اون 40 نفر دیگه آیا واقعا برای برجام رفتن اونجا؟ جای شک و تردید وجود داره. ممکنه نزدیک بودن سال نو مسیحی یک زمینه فراهم کرده که اون آقایون برن خرید سال نو انجام بدن از اروپا، نه اینکه کار به اصطلاح کارشناس مسئله برجام باشن و بتونن به تیم مستقل مذاکره کننده به اصطلاح بازخوردی بدن که اونها بتونن مذاکره رو ادامه بدن. دلیل دیگرش این استش که حالا بعد از 5 روز مذاکره چرا آقایون برگشتن به تهران؟ خب همونجا با تیم خودشون به صلاح مشورت بکنن، آماده بشن برای دور بعدی. این نشون میده که همطور که شما اشاره کردید، تصمیم ها در جای دیگری گرفته میشه، یک مرکز قدرت وجود داره، یک هسته مرکزی قدرت وجود داره که رهبری اون رو آیت الله خامنه ای بر عهده گرفته و او هست که فرمان رو از راه دور یا از راه نزدیک
میچرخونه و دستورات رو میده که حالا چی کار بکنید و چه بخواید و چه نخواید. اون چیزی هم که در این چند روز گذشته شاهد بودیم هیچ راهی رو نشون نمیده که دست کم من ناظر که شاید لحظه به لحظه این مذاکرات رو دنبال کردم بتونم به این نتیجه برسم که در انتهای تونل نوری هست. بله آقای دکتر، به درستی اشاره شما فرمودین این 40 نفری که رفتن، حالا من شما به طنز خواستین بگیم، منم یه طنزی رو امیدوار هستم که این 40 نفری که رفتن مانند اون خانومی که رفته بود امر به معروف و نهی از منکر بکنه و توی هتلی که جمهوری اسلامی براش گرفته بود دو کار بیشتر نکرده بود، یکی شیشه های مشروب رو خورد میکرده میریخته توی دستشویی به قول خودشون، و دیگر این که بعدا معلوم شد که بقیه تیم تو اتاقاشون فیلم پورنو نگاه میکردن چون اونا رو جدا جدا برای هر اتاقی حساب میکنن و با قیمتهای بالا، و بعد همه اینا گفتن که میخواستن ببینن که چه چیزهای مضری در درون تلویزیونهای اروپا پخش میشود. دستشون درد نکنه. خب برویم سر برجام. آی دکتر درست فرمودی، اینها اول که میخواستن بیاین گفتن که ما میریم برجام رو از اونجایی که قطع شده ادامه بدیم. اونجایی که قطع شده برای اینا خوشایند بود، برای اینکه در آمریکای شماری از وعده ها رو داده بود در مورد برداشتن برجام، برداشتن تحریم ها. ولی یه نکته در سخنان این آقای باقری کنی هست، میگه تحریم های ظالمانه و غیر قانونی. خب ظالمانش مصرف داخلی داره، غیر قانونیش مصرف برجامی داره، یعنی منظورش این هستش که آنچه که آقای ترامپ وارد برجام کرد بعد از حتی خروجشون، تحریم هایی که اون وارد کرده، درسته؟ بله این تفسیر این روزها مطرح هست، مسئله ظالمانش اصلا چه معیاری وجود داره که کدوم آیا تحریم غیر ظالمانه هم مگه داریم؟ تحریم یک طرف رو محروم میکنه از حقوقش، اما این یک ابزار سیاست بین الملل هست که برای اینکه طرف مقابل رو مجبور بکنه به پذیرش اون چی که فکر میکنه نرم هست، اون چیزی که فکر میکنه هنجار هست. در مورد ایران نظم بین الملل و خود ایران با ورود به پیمان برجام در 2015 به این نتیجه رسیدن که هنجار بین المللی ایجاب میکنه که ایران از تکنولوژی اتمی برای مصارف صلح آمیز استفاده بکنه، اما به سمت تکنولوژی نظامی به تولید بمب و موشک حرکت نکنه. در این چارچوب یک توافق خیلی خیلی بهتری هم از اون چیزی که شاید فکر میکردن، چون پشت سر قضیه 6 تا قطعنامه تحریمی است شورای امنیت وجود داشت و مذاکرات برجامی موفق شد اون تحریم ها رو برداره و میلیاردها دلار پولهای بلوکه شده و پول نقد رو سرازیر بکنه به ایران. حالا در این فاصله هم ایران اشتباهاتی کرد و هم در آمریکا واکنش شدیدی نسبت به جمهوری اسلامی شکل گرفت که مجبور کرد ترامپ رو، حالا به دلایل مختلف که وارد بحث اون نمیتونیم الان بشیم به دلیل ضیق وقت، آمریکا از به عنوان یکی از اعضای برجام از این پیمان خارج شد. تقریبا در واقع به هر شکلی که شما نگاه بکنین مذاکرات برای این هست که برگردیم به اون استاتوسکوی پیشین که یعنی برجامی وجود داشته باشه در چارچوب اون توافق 2015 عمل بکنه، یعنی تعهدات طرفین چه در مورد تکنولوژی و کاربرد تکنولوژی، تولید سانتریفیوژ، تولید اورانیوم غنی شده، کاربرد اونها در داخل ایران، و چه طرف مقابل در جهت همکاری با ایران برگرده به شکل اولش. اما اشتباهاتی از جانب ایران روزهای بعد از امضای برجام رخ داد. باراک اوباما سعی کرد و
به دفعات حتی جلوی ظریف ظاهر بشه، باهاش دست بده، صحبت بکنه. تلفن زدن به ماشینی که روحانی توش بود داشت برمیگشت به ایران. اینا هیچ کدوم نتونست رابطه سیاسی رو با ایران برقرار بکنه که مطلوب آمریکا بود و بخشی از اون هنجار میدونست. ایران فقط میخواست منافع برجام رو به دست بیاره و نه رابطه با آمریکا رو، به دلیل اینکه زعمای تهران فکر میکردن که چنین رابطه‌ای میتونه اون به اصطلاح تناب قدرت رو از دست اونا خارج بکنه. نتیجه این شد که ترامپ خارج شد و شروع کرد به یک سری تحریما اعمال کردن. حالا به کلام آقای علی باقری کنی، بعضی از اون تحریما ظالمانه هستن، لابد یه بخشی هم ظالمانه نیستن، ما خبر نداریم، و بخشی دیگه غیر قانونی هستن که معنی میده که بعضی هم قانونی هستن. خیلی خوب، همینجا یک زمینه برای مذاکره وجود داره. ما بیایم بشینیم مذاکره بکنیم که کدوم تحریما باید بمونه و کدوم تحریما باید لغو بشه، اما نمیتونیم چارچوبه برجام رو تغییر بدیم. درسته. مشکل اصلی اینه که تیم ایران افکاری که در تهران داره این رو هدایت میکنه، میگه آمریکا همه تحریما رو برداره، پولای بلوک شده رو آزاد بکنه، تضمین بکنه که هیچ دولت دیگری بعد از جو بایدن اگر روی کار آمد از برجام خارج نمیشه. خودشون میدونن که اینها تصمیم جو بایدن نیست و هیچ دولتی همچین تعهدی نمیتونه روی یک توافق بگذاره و بعد امتحان راستی آزمایی رو هم بگذرونه، اما همچنان بشینه پشت پرده انگار طالبان داره با زنان افغانی صحبت میکنه، میخواد یکیش پشت پرده باشه که مبادا چشمش بخوره به اون ور قضیه. آقا این مذاکره بین المللی است. اروپا، چین، روسیه، سایر اعضای برجام و حتی افراد غیر برجامی مثل انریکو مورا و اتحادیه اروپا که عضو برجام نیستن ولی درش نقش دارن، روبروی تو نشستن دور میز مثل دو تا آدم متمدن قرن 21 بشین رو در روی آمریکا و نمایندگان آمریکا مذاکره بکن. پیشاپیش یک مشکل بزرگی که ایران داره اینه که نمیتونه مذاکره رو به زبان انگلیسی بکنه. حالا این یک بار قضیه، حالا این مذاکره رو باید با اروپایی‌ها بکنن و بعد اروپایی‌ها برن برای آمریکایی‌ها ترجمه کنن و بعد برگردن پیغام رو بیارن. در نتیجه مذاکره دو روزه 5 روز طول میکشه و تازه بدون نتیجه هم خاتمه پیدا میکنه. بله. چه دکتر روشندل گرامی، شما به نکاتی اشاره فرمودید خیلی مهمه. ببینید در آمریکا سناتور تام کاتن از حزب جمهوری خواه، سناتور تام کاتن و یارانش آمدن به بایدن میگن اگر شما توافق هم بکنید ما در آینده اون رو پاره خواهیم کرد. حالا گذشته از مسائل قانونی که چرا آقای بایدن نمیتواند، یعنی باید از 67 سناتور رأی بگیره و هرگز دموکرات ها صاحب 67 رأی نیستن، اگر 60 تا داشتن که تمام بودجهشون رو تصویب میکردن مسائل اینقدر سختی نداشتن. حالا آقای تام کاتن این رو میگه. از اون طرف فشار اسرائیل وجود داره بر سر مسائل برجام که بیاییم بیرون، نمیخواییم چنین بکنیم. و شما به آقای ترامپ اشاره کردیم، بد نیست من از به این اشاره کنم، تو نیویورک تایمز حتما هم دیدین شما مقاله ای رو تامس فریدمن منتشر کرده و تصویر ترامپ رو نشون میده بر دیوار کاخ سفید در حالی که داره با آقای نتانیاهو را میره، سایش هم افتاده به دیوار. میگه در این گفتگوهای برجام آقای بایدن هر کاری بکنه سایه اون مشکلاتی که ترامپ آفریده بر روی این برجام خواهد بود، برای همینه که گرفتار هستن. چون میدونم شما هم مقاله رو خوندید، نظرتون رو در مورد این سخن تامس فریدمن بشنوید. سخن تامس فریدمن به هر حال چی میگن، انجیل تحلیل‌های سیاسی هستش. ایشون به خوبی اشاره میکنه که اون سایه‌ای که در واقع اشاره ایشون هست
وجود طیفی از نمایندگان کنگره هست که مانی از این خواهند شد که هر گونه توافقی بره در داخل کنگره تبدیل به قانون بشه. اما آقای جو بایدن هم میدونه داره در چه آبی شنا میکنه. یک برجامی وجود داره که در یک موقعی به هر حال نوعی تایید کنگره روش بوده. اگر این برجام از اون چارچوبه توافق شده قانونی خارج بشه، حتی دموکرات ها ممکنه مخالفت با اون رو شروع بکنن. اما اگر بتونه این چارچوبه رو حفظ بکنه، میتونه به عنوان یک عضو برجام و یکی از پنج به علاوه یک در واقع وارد برجام بشه. هدف اصلی برجام رو که جلوگیری از اتمی شدن ایران و در نتیجه کاهش یک خطر اتمی دیگر در دنیا تحقق ببخشه. ایرانی ها میدونن که نمیشه یک چنین تضمینی از بایدن بگیرن، اما معلوم نیست به جای این کار چرا نمیان به اصطلاح روی زمینهای دیگری کار بکنن. مثلا میگن که یک لیستی از اون چه که توافق شده وجود داره، حتی به زبان ایرانیان، گروه ایرانیان. چرا اون لیست رو منتشر نمی کنن که خودش تبدیل بشه به اهرم فشار؟ به جای اون متوسل میشن به چیزی که مغایر برجامه و همه ناظران سیاسی نظامی بین المللی معتقدن که این نشون میده که ایران نهایتاً داره وقت‌کشی میکنه و قدم بعدی تولید بمب خواهد بود. میان به جای اون در سایت فردو که طبق برجام باید یک سایت آزمایشگاهی باقی بمونه و فقط جنبه‌های تجربی رو دنبال بکنه، نسل جدید سانتریفیوژ ها رو نصب میکنن و کار میاندازن، بارگیری میکنن، آماده تولید اورانیوم 20% میکنن و اعلام میکنن و به طور نمایشی میگن آژانس هم میتونه بیاد اینجا رو بازدید بکنه. آژانس بیاد چی رو؟ آیا هر کاری شما بکنید صرفا تا زمانی که بمب تولید نکردید در چارچوب پیمان منع گسترش اتمی قابل تایید توسط آژانس خواهد بود؟ من این رو بعید میدونم. برعکس، این یک عامل تبلیغ بر علیه جمهوری اسلامی هست، همونطور که دیدیم در این چند روز اخیر لعنها عوض شد. شما هم اشاره کردید اسرائیل معتقد استش که بالا بری پایین بیای، قصد ایران تولید بمب هست. بسیاری از مخالفین کنگره، سناتورها، نمایندگان و حتی نشریات و روزنامه‌هایی که حتی یه موقعی از برجام حمایت می‌کردن، حالا دارن یک فکر دیگری به سرشون میاد، میگن که نکنه واقعا این اتهامات واقعیت داشته باشه، ما در پایان این مسیر یک دفعه با یک ایران اتمی مواجه بشیم که کاملا ناخواسته است برای جامعه بین‌المللی. آقای دکتر، این مثالی که در زبان پارسی داریم، دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو، خب این نشون میده که این دم خروس اینا نه یه دونه دم خروس، تعداد دم خروساشون خیلی بیشتر شده. آقای رافائل گروسی وقتی میره ایران گفتگو میکنه، برمیگرده با دست خالی. اینا میان خودشون در برجام میگن که از همون جایی که رها کردیم ادامه بدیم. خب وقتی از جایی رها کردیم ادامه بدیم، بخشیش رو که به گفته شما باز مردم که نمیدونن از کجا رها کردین، چه چیزی رو نداشتین و آمریکا چه چیزایی رو گفت باشه انجام میدم. طرف اسرائیلی میداند، طرف عربستان سعودی میدونه، طرف امارات میدونه که آمریکایی‌ها از چی رو خواستن بدن و چی رو نمیخوام بدن، ولی این ایرانه که اینا رو پنهان کرده و همواره میگه که نه، این ما برگردیم تهران مشورت کنیم. حالا برگردن تهران مشورت کنن ببینن که چه خواهد شد. از اون طرف این مسئله فردو که شما اشاره کردین، خب اینا دارن باهاش رسم میگیرن، ادواتوار در میارن، میخوان شبیه کره شمالی بشن. ولی آیا جهان اجازه خواهد داد که اینا مانند کره شمالی، الان که با بمب فاصله شون کمه، به قول آقای بلینکین دست یافتنی شده، انقدر فاصله شون کم بشه که بگن ما جزء کلاب دارندگان بمب هستیم؟ ببینید، راه ورود به کلاب
کاملا مسدود نیست حتی برای ایران، اما لزومش، لازمش داشتن روابط خوب با دنیا و نشان دادن حسن نیت به سایر اعضای کلاب هستش. مسئله برجام، مسئله اتمی شدن ایران در شرایط فعلی از یک طرف با مسائل داخلی ایران گره خورده، از یک طرف با اعضای خود برجام و اروپایی ها گره خورده و از یک طرف با کل جامعه بین المللی گره خورده. هیچ کدوم این فاکتورها به نفع ایران نیستن. ایران صرفا نمیتونه با اتکای به فروش نفت به قیمتهای نامعلوم به طور یقین به ثمن بخس به چین، هند و روسیه اقتصاد مملکت رو بگردونه و نارضایتی ها رو که شما بخشش رو در اصفهان نشون دادید و در جاهای دیگه روز بروز داره ظهور میکنه خاتمه بده. بنابراین چاره ای نداره که اون ایدئال ورود به کلوب اتمی رو بگذاره برای موقعی که جامعه بین المللی هم پذیرش داشته باشه و هم اثبات کرده باشه که این رابطه با ایران قابل اعتماد هستش. آقای علی باقری کنی اصلا حاضر نیست صحبت برجام بکنه، کلمه برجام ازش بر نمیاد از زبانش. ایشون کل این مذاکره مذاکره برداشتن تحریم ها میدونه، همه تحریم ها یک جا برداشته بشه به اون شرایطی که بارها گفتیم نمیخوایم تکرار بکنیم. از طرف دیگه آقای عبداللهیان و اصولا تیم مذاکره اختیارات محدودی دارن و به نظر میاد که اینا فقط یادداشت بردار جلسه هستن، بعد باید برن تهران اونا رو بشنن حلاجی کنن، نتیجه گیری بکنن و برگردن با پیام‌های جدید و صحبت‌های جدید. و باز کل توافق‌هایی که در 6 دور مذاکره دوران روحانی انجام شد رو به کل میگن قبول ندارن. حالا یه خورده لحن عوض شده، گاهی گفتن که قبول داریم، به خصوص این دفعه گاهی گفتن اون یک صورت جلسه است و ما روی بعضی از اقلامش، بعضی از آیتمهاش بحث داریم. خب این قابل فهمه که ممکن حالا فکر دوگان فاصله به صورت مذاکره یه چیزایی رو مطرح کرده، ولی بایستی نگرش کلی اینطور باشه و نشون بده این 5 روز مذاکره که ایران میخواد برگرده داخل برجام به عنوان یکی از اعضا و میخواد آمریکا در داخل برجام باشه. چجور میخواید آمریکا رو پشت پرده نگه دارید و همه اون امتیازا رو ازش بگیرید؟ اینجا باید یک راهی برای خاتمه دادن به این رهیافت غلط ایران پیدا بشه، وگرنه بدبینی نسبت به این قضیه زیاد هست و اگر توافقی در وین به دست نیاد مطمئن باشید که اوضاع سیاسی و اوضاع امنیتی ایران، شما اشاره کردید این فقط اسرائیل نیست که مخالف توافق هست و یا دست کم مخالف اتمی شدن ایران است، کشورهای همسایه منطقه هم. بله، من میخواستم اینو تو همین نقطه اشاره کنم که شما باز کنید برای ما سفر آقای مکرون به منطقه و گفتگوش در امارات و اون چه که پس از این داستان پایان یافتن این دور از مذاکراتشون به دست آورده اعلام میکنه، یعنی رسما در اونجا در وقتی در منطقه هست اینو اعلام میکنه. اینو نه برای خوشایند اون حاکمان اون امارات و دیگران، بلکه برای اینکه دیدگاه خودشون رو روشن بکنن داره مطرح میکنه. در مورد سفر آقای مکرون بفرمایید اگر ممکنه در این زمینه. بله، دقیقا نکته خوبی رو وارد بحث کردید. به این سفر آقای مکرون، حالا جزئیاتش هم من یه اشاره مختصری تا جایی که وقت داریم میکنم، ولی این هم یک بخشی از برجام رو به طور تلویحی در درون خودش داره و ای بسا مورد مذاکره در داخل اتاقای مذاکره قرار بگیره، بخصوص که مکرون به کشورهایی میره که از نظر نگرش استراتژیکی ایران اتمی رو بر نخواهند تابید
اما شاید قدرت نظامی کافی ندارن که با اسرائیل همزبان بشن، ولی اگر اسرائیل اقدام نظامی بکنه قطعا از حمایت اونها برخورداره و حتی ممکن استش که کمک های نمیدونم پرواز از فضای اون کشور را صورت بگیره بدون مشکل، سوختگیری صورت بگیره بدون مشکل، این نوع کمک های فنی هم ممکن انجام بدن. اما آقای مکرون در درجه اول داره چندین هدف رو باید بگیم دنبال میکنه. میدونیم که تعدادی پایگاه آمریکایی در منطقه است، اما پایگاه فرانسوی هم وجود داره که کمتر ازش صحبت میشه، برای که نیروهای فرانسوی شاید زیر 1000 تا باشن. در امارات آمریکایی‌ها علارغم وجود پیمان ابراهیم نتونستن هواپیماهای F-35 آمریکایی رو جایگزین بکنن با اون میراژهای سابق. در نتیجه حالا یک زمینه از لحاظ تجارت اسلحه باز شده که فرانسوی‌ها میخوان اون رو پر بکنن به نوعی. کسی چه میدونه، شاید هم این یک چراغ سبزی باشه که آمریکایی‌ها دادن به فرانسوی‌ها در مقابل دلخوری که سر جریان زیردریایی های استرالیا پیش اومد. ولی به هر صورت فرانسوی‌ها قرار 80 فروند جنگنده رافال بفروشن به امارات که دست کمی از F-35 آمریکایی نداره. ولی این مجموعه در همسایگی ایران آیا ایران رو ناراحت نمی‌کنه؟ فکر نمی‌کنه که باعث رابطه دوستانه داشته باشه؟ علاوه بر اون در عربستان سعودی مذاکراتی در پیش هست. میدونیم که عربستان سعودی هم مشکل تسلیحاتی با آمریکا داشته. اوایل ورود آقای بایدن جلوی بعضی از فروش‌ها گرفته شده. آیا اونجا هم یه جا خالی وجود داره که ممکنه تسلیحات فرانسوی جاش رو بگیره؟ هنوز نمیشه گفت چون مذاکرات شروع نشده. ولی سفر ایمانوئل مکرون در واقع اینها رو تعقیب خواهد کرد و دست کم به رهبر فرانسه یک نگاه روشنی میده در مقابل نگرش کشورهای منطقه در مورد برجام و اینکه تا چه حد از برجام حمایت اونجا وجود داره. حتی ممکنه که به این نتیجه برسه که شاید اصلا باعث دست از برجام بکشن، و یا اگر از برجام دست بکشن میشه اون به اصطلاح خسارات اقتصادی که متوجه اروپا خواهد شد یا مشخصا متوجه فرانسه خواهد شد به نوعی براش جایگزین پیدا کرد. این فقط نیستش که اروپا امضا بکنه داخل برجام باقی بمونه بعد مورد تحریم آمریکا واقع بشه، یا کمپانیاش که دولت دست نداره در مورد سیاست گذاری نخوان با ایران همکاری بکنن. اینها همش نشون میده که ایران بایستی روی رابطه فکر بکنه، نه فقط روی تسلیحات یا توانایی اتمی. استفاده ابزاری از توانایی اتمی بسه، بایستی یک جا متوقف بشه. چین، روسیه بازیگران قابل اعتمادی نیستن که پاشون به منطقه خلیج فارس به لحاظ تسلیحاتی و به لحاظ جنگنده های زیردریایی و هوایی و اینا باز بشه. قبل از هر کسی خود ایران در این مورد خسارت خواهد دید. شاید بایستی اون نظمی رو که حالا در خلیج فارس وجود داره با افزایش بازیگران جدید نیازمود، چون میتونه نتایج اون بالانس منطقه‌ای رو به هم بزنه. آقای دکتر، در زمینه این توازنی که در منطقه هست، طبیعی شما اشاره فرمودین مسئله این است که دیگر آمریکا حالا که میگه از خاورمیانه داره بیرون میره، یکی از مشاوران وزارت خارجه آمریکا گفته بود که درست است که آمریکا میخواد از منطقه خاورمیانه بره بیرون، تمرکزش رو بر روی چین بذاره، کاری که آقای اوباما نکرد، آقای بایدن میخواد این کار رو انجام بده، ولی یادتون گفته باشه که ما بدترین دوستانمون رو هم در آغوش خواهیم گرفت. من فکر کنم
اشارهش به ترکیه است که این همه داره بازی در میاره، میگه به هر حال ما بدترین دوستانمون رو در آغوش خواهیم گرفت برای اینکه در اونجاها پایگاه داریم. این رو برای این مطرح کردم که این آقای اینا هم همشون یا سردار و تیمسار و سرلشکر و اینا هستن، آقای اسماعیل قانی که جای قدس رو گرفته و اومده شده فرمانده نیروهای قدس، ایشون در سخنرانی روز گذشته ای که در شیراز داشته میاد میگه که آمریکا از پیرامون جغرافیایی ایران بیرون بره و اگر اینجا بخواد بمونه ما میزنیم کاری میکنیم که شکستش بیشتر از افغانستان باشه، دندانشو خرد میکنیم و از این مثلا. این آقای قانی میدونه که آمریکا خود به خود کم کرده حضورشو در منطقه، ایشون این قدار کشی که میکنه چقدر علیه این داستان برجام یا شکل گرفته از اون دو دیدگاهی است که در مورد برجام در ایران وجود داره؟ من فکر میکنم که اصلا صحبتهای ایشون رو نمیشه با یک منطق استراتژیک تعبیر و تفسیر کرد. ایشون خیلی از مقامات ایرانی این زبان و این دهان رو باز میکنن بدون اینکه حساب بکنن چی دارن میگن. ببینید، حضور ایران در سوریه و حمایت از گروه های حمایتی ایران، مورد حمایت ایران، حالا آخرین باستابش این بوده که اسرائیل اعلام کرده اگر ما آسیبی از این نیروها ببینیم دیگه به خود اون نقاط در سوریه حمله نمی کنیم، مستقیم به ایران حمله می کنیم. اما از اینکه اسرائیل این کار رو بکنه یا نکنه، ولی این باستاب یکی از همین فرمایشات افرادی مثل آقای قاهانی است. موضوع دیگه مسئله لبنان هست که می دونیم بحرانی از لحاظ اداره مملکت و دولت وجود داره، ولی آخرین فردی که در لبنان موضع ضد عربستان سعودی گرفت، وزیر اطلاعاتشون، همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم استعفا کرد. آیا اینها نشون میده که حزب الله قوی تر شده؟ حزب الله مدافع اون فرد بود. آیا حزب الله قوی تر شده؟ حرفایی که راجع به خرید و فروش بنزین به حزب الله شد، اون بحثای مالی که پشت سرش مطرح شد، یه بخشش مانوره ولی یک بخشش تبلیغاته، یک بخشش در واقع نشون میده که توانایی ایران در حرکت منطقه‌ای، اون افسانه رسیدن به آب‌های مدیترانه، اینها کم کم داره دورش یک حصار قدرتمندی تشکیل میشه، صرفا به دلیل اینکه افرادی مثل آقای قاهانی حرفاشون رو نجویده بیان میکنن، نسنجیده به زبان میارن. فرمانده قدس اگر در اون زمان آقای قاسم سلیمانی تونست یه کارایی بکنه، نظم بین المللی دیگری وجود داشت. خروج آمریکا از افغانستان داره بد جوری پیام میده. نباید فکر بکنیم که آمریکا از پایگاه‌های نظامی خلیج فارس هم به همون سادگی خارج خواهد شد. به طور یقین حتی ممکن استش که در دوره آقای بایدن این کار صورت نگیره، به دلیل اینکه راه‌های دیگری وجود داره. ببینید منافع چین در ایران چی هست؟ به یک باریکه مو بستگی داره. به محض اینکه محاسبات طوری صورت بگیره که به لحاظ اقتصادی برای چین ادامه اون رابطه با ایران مقدور نباشه یا صرفه نداشته باشه، چین پشتش میکنه به ایران و یا عقب میاندازه. کما اینکه اون پیمان 25 ساله هم که بسته شد عملا هنوز راه به جایی پیدا نکرده مگر اینکه منفعت چین درش وجود داشته باشه. ایران هنوز محصولی از اون نچیده و در این موارد هم اینطوریه. اگر چین براش صرف بکنه، برای چین اداره یک جمعیت 1,500,000,000 اولویت اول رو داره. درست، منافعش در اون چارچوب هست. اگر اون منافع تامین بشه دور ایران هم خط میکشه. فکر نکنه که ایران
عقد 99 ساله کرده با چین و میتونه اختیار چین رو در اختیار داشته باشه. اگر عقد شده، عقد چین با ایرانه که 25 سال است و اختیارش هم دست چینه. آقای دکتر، چون به چین اشاره کردیم، من به یه نکته اشاره کنم. در گفتگوهای شورای حکام در وین که انجام شده بود، نماینده چین برگشت به آمریکا گفتش که شما میخواین این با بریتانیا و استرالیا این زیردریایی هایی رو که نیاز به اورانیوم 90% داره را بندازین، چطور انتظار دارین ایران در 3.7% باقی بمونه؟ ولی پاسخی ندادن. یعنی به نظر میومد که اونم فقط این موضوع رو برای این بیان کرده که از نظر سیاسی حرفی گفته باشه خوشایند ایران. دقیقا همینطوره، به شنوندم عاقل بوده که پاسخ نداده. بله بله، شنیدم حرفتونو. جز این چیزی بر نمیگرده، به دلیل که اصلا این قیاس سیب و پرتقاله. زیردریایی یه کاربردی دیگری داره و سوختش هست. ایران که زیردریای اتمی نداره بخواد توجیه کنه که بگه من این رو میخوام تولید کنم برای اینکه زیردریایم را میفته. زیردریای ایران میدونید که روسیه یا ساخت داخلیه که در هیچ نبردی، در هیچ مانور جنگی ما کارایی ازش ندیدیم. و اون روسیه هم که اسخاطی های روسی بوده به ایران دادن یکی دوتا. حالا به هر صورت این چینی‌ها میدونن کجا یک ملایم از ایران حمایت بکنن، برای اینکه چینی‌ها همیشه به سمت راهی رفتن که منافعش رو ایجاب بکنه و منافع بزرگتر اولویت داره. ایران نبایستی به دام این بیفته. دست کم در شرایط فعلی با توجه به اوضاع بین‌المللی، ایران و آمریکا بایستی با هم دیگه رو در رو صحبت بکنن و ای بسا که اهرم فشار بیشتری پیدا بکنن از مذاکره رو در رو. و بعد هم راستی آزمایی و نمیدونم تعهدات پدر بزرگ جو بایدن هم برای نوش تعهد بده، اینا رو از فکرشون خارج بکنن. یک همچین چیزی صورت نخواهد گرفت. قدم به قدم میتونن امتیاز بدن و امتیاز بگیرن. حالا میتونن امتیاز کوچیک اول بدن بزرگ بگیرن. این رو بهش میگن قدرت چانه زنی در مذاکرات برای رسیدن به جواب مناسب. yes، اون yes معروف توانایی میخواد. تیم ایران فاقد یک چنین توانایی هست و اصولا سیاست ایران در دوران آقای رئیس جمهور جدید ابراهیم رئیسی در واقع عقب نشینی کرده از اون توانایی که به هر حال تا حدودی در دوران مذاکرات برجامی ما از تیم آقای روحانی، بله، تیم آقای روحانی و ظریف، تیم آقای ظریف میخواستم مشخصا بگم، بدونی که این حرف من رو به عنوان حمایت از آقای ظریف در نظر بگیرید، ولی نباید فراموش کرد که به هر حال ایشون به دانش علم روابط بین الملل آشناست، هم خوب خونده هم خوب درس داده. و مسئله مهم در روابط بین الملل همین تکنیک چانه زنی است که من در تیم فعلی و در دولت فعلی اون رو نمیبینم. بله آقای دکتر، چون به پایان برنامه رسیدیم، نمیدونم مثلا زمان میشه که شما اینو پاسخ بدین، ولی دست کم در یک دقیقه اگر پاسخ بدین پایان بخش برنامه ما خواهد بود. این آقای قاهانی که این حرفا رو زد، از اون طرف یک هفته پیش از اون دیدیم که در مرزهای ایران و افغانستان درگیری به وجود اومد و افغانستان گفتش که ایران وارد مرز ما شده، ایران گفتش که افغانستان وارد مرز ما شده. این درگیری ها پیش از اینم در سالهای گذشته هم گفتگو میکردیم. ایران مشکلش این است که در مرزهاش مسئله ای داره. اون زمان زمان داعش بود، الان این طرف طالبان هست و استانهای مرزی ما همه بیشترین نارضایتی ها رو از حکومت دارن. این رو چگونه میبینید؟ اگرچه فرصتی که به من میدید خیلی کمه، ولی من میخوام تأمین بدم این درگیری بالقوه مرزی رو حتی به مرزهای شمال غربی آذربایجان و ترکیه و غیره و همینطور در غرب در منطقه کردستان.
اما ببینید من یک جایی خوندم، فرصت نکردم تحقیق بکنم، ظاهرا برخی از اعضای طالبان در انستیتوی روابط بین الملل سوئد تحصیلاتی کردن در خلال این 20 سال و آگاهی دارن از تکنیک های چانه‌زنی و به همین دلیل تونستن با آمریکا بشینن در دوحه و اون توافق رو بکنن که حالا به اینطوری دارن ازش استفاده میکنن. ببینید حرفایی که میان میزنن یه چیز دیگه است، عمل که میکنن همون سیاست طالبانی رو خط مستقیم دارن میرن جلو. ایران باید بدونه با چه کسی و چه قدرتی و یا چه ضد قدرتی در همسایگی شرقی روبروست و قابل اعتماد نیست و بایستی بیشتر از این که به اونها بخواد امتیاز بده مواظب امنیت خودش در اون منطقه آسیب پذیر باشه که چه به لحاظ قاچاق مواد مخدر، چه به لحاظ اذیت و آزاری که طالبان میتونه در جهت پیگیری اهداف خودش متوجه ایران بکنه، یک مرز مخشوشی خواهد بود و باقی خواهد موند. بغل دست طالبان پاکستان هم کم و بیش در این معادله شریک است و اون میتونه در بلوچستان ایران ناامنی ایجاد بکنه و همین یعنی کل شرق و شمال شرقی و جنوب شرقی ایران میتونه آسیب پذیر باشه، در حالی که ایران بدترین سیاست ها رو در قبال افرادی که در این مناطق زندگی میکنن در پیش گرفته و حاضر نیست که یک دینار از اون برج هایی رو که در تهران ساخته میشه توسط رانت های دولتی در این منطقه در جهت توسعه پایدار هزینه بکنه. سپاسگزارم آقای دکتر، مانند همیشه بسیار آگاهی دهنده و روشنگر بود گفتگوی ما با شما. روزگارتون خوش، به امید گفتگو در آینده. تشکر میکنم آقای گوهرزاد از این فرصت هایی که هر از گاهی به بنده میدید و من با کمال میل در این برنامه هرچی میخوام میگم و هیچ وقت هم ندیدم که یک کلمه اون سانسور بشه. آقای دکتر تا نرفتین به این اشاره کنم، فردا روز مبارزه با سانسور هست. تمام زندگی با سانسور مبارزه کردم ولی یک بار در زندگی ناگزیر شدم برنامه رو که ضبط میکنم قیچی کنم. دلیلشم این بود میهمان برنامه به یکی از مبارزان یا دو تا از مبارزان درون ایران توهین کرد و اونها رو سرسپرده جمهوری اسلامی دانست، یعنی این چیزی که جمهوری اسلامی خوشش میاد، و من ناگزیر شدم با اجازه دو مهمان دیگه اون تیکر رو قیچی کنم، گرچه در تارنامه ها نوشتن که رضا گوهرزاد هم به سانسورشی ها پیوست و این بر، ولی کسی باور نکرد. نه من خودم با آقای دکتر داروش و ماهین گفتم برنامه ضبط شده عین برنامه زنده است، اگر قرار چیزی رو قیچی کنین قیچی نباید بکنین، بگذارید پخش بشه. من از حضور شما سپاسگزارم، همواره در خدمتتون بودیم. اشاره درستی بود، خیلی سریع بگم، من فکر میکنم که اگر مخاطب من حضور نداره مجری حق داره حرف من رو قیچی بکنه، به دلیل اینکه اجازه دفاع به اون طرف داده نشده، بنابراین اون سانسور نیست. تشکر میکنم مجدد. خب دوستان گرامی، به پایان برنامه میرسیم. با امید آزادی برای مردم ایران، صلح برای مردم جهان، روز و روزگار خوش.